بابا لطفاً شما چرا دارین حرفای مامانو برام تکرار میکنین؟ این اتفاقی که افتاده اشتباه بوده یا نه؟ در ضمن مامان همیشه در مورد ادب نصیحت میکنه. حالا اون وقت خودشون رفتن بیرون و به مردم بی احترامی میکنن. ببین پسرم، من فکر میکنم که تا جایی اشتباه از ابرار بوده. بابا مومن و خانوادش به خاطر مامان اذیت شدن. آیا اشتباهی اما ابرار از این بزرگتره؟ این چه طرز حرف زدن با مادرته؟ تو به من ادب یاد میدی؟ اونم به خاطر اون دختری که برای ازدواج با تو داره تاریخ تعیین میکنه؟ مامان رضایت برای ازدواج به این معنا نیست که بخوایم تاریخ تعیین کنیم. عروج هم جبار رو دوست داشت ولی شما رفتین خواستگاری. جبار پسر داداشمه، میفهمی؟ ولی مؤمنه؟ اون دختر پدریه که مامان بزرگت اونو از سخیابون گرفته بود و آوردش خونه. میدونی چرا؟ بطول، تو این ازدواج رو قبول نداری پس قبول نکن، ولی بهت اجازه نمیدم که به ابرار توهین کنی. فهمیدی؟ توهین؟ من دارم توهین میکنم؟ یعنی توهینی که به خاطر اون دختر تو خونه من میشه اصلا حساب نیست؟ مامان شما خیلی علاقه داشت به فقیرا و یتیما کمک کنه، اما من این کارا رو اصلا دوست ندارم. ولی راه هم میخواد با مومنه ازدواج کنه. به فامیلاتون چه جوابی دارین بدین؟ به شرکای کاریتون چی قراره بگین؟ به من جواب بدین. میگین موقعیت پدر عروستون چیه؟ معلوم هست که اون متعلق به چه خانواده ایه؟ تو هم که همیشه همین حرفا برات مهم بوده. من که نمیتونم بفهمم دقیقا هدف اصلی شما دوتا از این ازدواج چیه؟ شما چرا سر هر مسئله دعوا را میندازین مامان؟ این زندگی منه و خودم تصمیم میگیرم. آره حتما این زندگی توه، اما مطمئنن منم توش حق دارم. فهمیدی؟ فراموش نکن هیچ تصمیمی رو به تنهایی نمیتونی بگیری. بابا این ازدواج نیست، معامله تجاریه که دوتا شریک دارن تصمیم میگیرن. خب من یه کاری میکنم و ازدواج نمیکنم. هرگز ازدواج نمیکنم. حالا دیگه هیچ کس مشکلی نداره. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.